از نظر میزان مرگ و میر نسبت به روز گذشته 15% افزایش رشد رو نسبت به 24 ساعت گذشته نشون میده. ما 337 نفر از هموطنانمون رو به خاطر کرونا از دست دادیم در طول 24 ساعت. رکورد زدیم، متاسفانه رکورد بعدی هم زدیم، یعنی میندازن گردن مردم میندازن گردن مسئولین. تو این وضعیت بسیاری از اون کشورهایی که ما تو رو تلویزیون میگیم وضعشون بده، خیلی وضعشون از ما بهتره، کاملا جزء کشورهای بد داریم میشیم. این عرایض رو من مثلا کتبم توی اسفند ما هم نوشتم فرستادم. توانشو نداریم بخریم، اینا چیزی است که به مردم به ما میگن. وقتی بهشون داریم برخورد میکنیم آقا ماسک بزن، میگه من اصلا در آمدم نمیرسیدیم ماسک رو بخرم بزن. بکنیم قبلا هم نقاهتگاه داشتیم دکتر، چرا جمع شد اونجا؟ اما نقاهتگاه خیلی فضای مناسبی نداشتن، خیلی از دنیا اومدن هتل ها رو در اختیار گذاشتن. اینکه ما یه سوله درست کنیم بزنیم میگیم این نقاهتگاه، کسی نمیره اونجا. فکر میکنم که الان داریم توی یه مسیر میفتیم که میبایست 8 ماه پیش افتاده باشه. ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا، یعنی روی کاغذ ما تصمیمات خوبی داریم. کجا کوتاهی میشه آقای دکتر؟ ببینید، نمیشه اینجوری حکومت کرد. بعد چی کار باید کرد؟ باید به طور مشخص شهرستانی که عامل آلودگی اونجا رو بست. مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد.